درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. نخست مرور خواهیم داشت بر خلاصه‌ای از مهمترین خبرها. جدال میان برخی نامزدهای ریاست جمهوری و خبرگزاری‌های نزدیک به حکومت بالا گرفته است. فرانسه، آلمان و بریتانیا در بیانیه مشترک به شورای حکام آژانس از اقدامات ایران در جهت گسترش برنامه‌های اتمی انتقاد کردند. در واکنش به کشته شدن یک عضو نیروی قدس در حمله منتسب به اسرائیل در حلب، فرمانده سپاه وعده پاسخ داد. مجلس نمایندگان آمریکا لایحه تحریم دیوان کیفری بین‌المللی را تصویب کرد. حمله مسلحانه به سفارت آمریکا در بیروت خونسا شد. حسین شنبه‌زاده فعال شبکه‌های اجتماعی و ویراستار بازداشت شد. خداداد افشاریان در ارتباط با پرونده فساد باشگاه مس روانه زندان شده است. بعد دیدار رئیس امارات متحده عربی با یک مقام ارشد طالبان که آمریکا برای ارائه اطلاعات درباره او جایزه 10 میلیون دلاری تعیین کرده بود، جنجال برانگیز شده است. توجه شما را به مشروع خبرها جلب می کنم. امروز چهارشنبه پنجم ماه جون 2024 میلادی برابر است با 16 خرداد ماه سال 1403 خورشیدی. یک روز بعد از پایان ثبت نام نامزدها برای 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران، جدال میان برخی نامزدها و خبرگزاری‌های نزدیک به حکومت بالا گرفته است. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران بعد از ثبت نام وحید حقانیان که در یک ویدیو کلیپ خود را مشاور و دستیار ارشد در امور اجرایی دفتر رهبری معرفی کرده بود، از او انتقاد کرد که چرا این چهره امنیتی و نظامی پیشین نقطه استقل تبلیغ خود را وابستگی به دفتر علی خامنه ای عنوان کرده است. خبرگزاری تسنیم بدون نام بردن از حقانیان اقدام او را غیر اخلاقی و بدور از نگه داشتن حرمت این نهاد بسیار والا عنوان و تاکید کرده بود که او سابقه مسئولیت اجرایی متناسب و چندانی هم نداشته، اما به عنوان داوطلب نامزدی ریاست جمهوری ثبت نام کرد. وحید حقانیان در واکنش به یادداشت تسنیم این خبرگزاری را به لجن پراکنی متهم کرده و گفته است که در دولت من یکی از اولین اصلاحات تغییر ریل رسانه‌های منتسب به نهادهای حاکمیتی کشور است. او نوشته است در حالی که این رسانه‌ها به طور مستقیم از بیت المال مسلمین و بودجه نظامی کشور ارتزاق می‌کنند، برخلاف قانون و دستور صریح امام راحل به طور مداوم در سیاست داخلی کشور دخالت می‌کنند. حقانیان همچنین نوشته که تلاش‌های به زعم او مذبوحانه این رسانه منفعل در اکثر بزنگاه‌های حساس کشور به جهت ترس از شکست کاندیدای مورد حمایتشان است. رئیس هیئت نمایندگی آلمان در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت رأی‌گیری در مورد قطعنامه 3 کشور اروپایی علیه برنامه اتمی جمهوری اسلامی امروز چهارشنبه در سومین روز نشست شورای حکام انجام می شود. ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد با توجه به عدم همکاری ایران با آژانس و تعهد واشنگتن به اقدام جمعی در حمایت از این مجموعه و معاهده منع اشاعه تسلیحات هسته‌ای، ایالات متحده از قطعنامه 3 کشور اروپایی حمایت می کند. نماینده آمریکا در شورای حکام همزمان اعلام کرد مهم این است که قطعنامه‌ها به یک استراتژی گسترده‌تر گره بخورند. لورا هولگیت تاکید کرد که ایران تاکنون نتوانسته از لحاظ قانونی همکاری لازم را برای حل و فصل مسائل پادمانی باقی مانده انجام بدهد که شامل وجود مواد هسته‌ای در مکان‌های اعلام نشده می شود. به گفته نماینده آمریکا، متأسفانه به دلیل ابهامات و انکارهای مداوم ایران، آژانس در حال حاضر اعتماد لازم را برای ارزیابی صحیح و کامل بودن اظهارات ایران ندارد.
در ادامه همین خبر، بریتانیا، فرانسه و آلمان، سه قدرت اروپایی عضو برجام، روز سه‌شنبه در بیانیه مشترکی خطاب به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با انتقاد از اقدامات جمهوری اسلامی در جهت توسعه برنامه‌های هسته‌ای خود و تشدید تنش‌ها هشدار دادند که برنامه هسته‌ای ایران به سطح هشدار دهنده‌ای رسیده است. در پی کشته شدن یک عضو نیروی قدس سپاه در حمله یک شنبه شب در حلب، حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با صدور پیامی وعده پاسخ به این حمله را داد. رسانه‌های حکومتی ایران پیش از این نوشتند که سعید آبیار از اعضای نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک شنبه شب در حلب سوریه کشته شده است. خبرگزاری دانشجو کشته شدن این مستشار نظامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حمله جنگنده‌های اسرائیل را تایید کرده بود. به گزارش رویترز، اسرائیل روز چهارشنبه پنجم ماه جون از یک عملیات نظامی جدید علیه حماس در نواحی مرکزی نوار غزه خبر داد. پزشکان فلسطینی گفتند که ده‌ها تن در این حملات هوایی کشته شدند. مقامات بهداشتی این منطقه که زیر نظر حماس فعالیت دارند، اعلام کردند که از روز سه‌شنبه تا کنون دست کم 44 فلسطینی در حملات نظامی اسرائیل به مناطق مرکزی نوار غزه کشته شدند. ارتش اسرائیل گفته است که جنگنده‌های این کشور مواضع شبه نظامیان حماس را در مرکز غزه مورد حمله قرار دادند و همزمان نیروهای زمینی هم به شیوه متمرکز با هدایت منابع اطلاعاتی در منطقه البریج، یکی از شهرک‌های آوارگان فلسطینی در غزه، وارد عملیات شدند. ساکنان میگویند که نیروهای اسرائیلی تانک‌ها را به داخل البریج فرستادند و هواپیماها و تانک‌ها شهرک‌های مجاور را که تانک‌ها تا کنون به آنجا حمله نکرده بودند بمباران کردند. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، امروز چهارشنبه هشدار داد که کشورش آماده پاسخی بسیار قدرتمند به حملات حزب الله لبنان است که در روزهای اخیر به شدت افزایش یافته است. امروز چهارشنبه مذاکرات برای آتش‌بس در غزه و آزادی گروگان‌ها در دوحه پایتخت قطر از سر گرفته شد. دوره قبلی مذاکرات در مصر با حضور هیئت اسرائیلی به نتیجه‌ای نرسید. نمایندگان سه کشور آمریکا، قطر و مصر در گفتگوهای امروز شرکت داشتند. مبنای مذاکرات فعلی طرح صلحی است که جو بایدن ارائه داده است. به گفته جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، آنها همچنان منتظر پاسخ حماس به طرح صلح بایدن هستند. جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، روز جمعه نقش راه سه مرحله‌ای را برای پایان دادن به جنگ در غزه تشریح کرد و از اسرائیل و حماس خواست که آن را بپذیرند. دولت نتانیاهو هم از این طرح انتقاد کرد. حماس اصرار دارد که هر توافقی باید منوط به آتش‌بس دائمی و عقب‌نشینی اسرائیل از غزه باشد. در همین حال، در اسرائیل امروز مراسم راهپیمایی سالانه پرچم برگزار می‌شود که یهودیان ملی‌گرا در آن حضور پررنگ دارند. مجلس نمایندگان آمریکا روز سه‌شنبه لایحه تحریم دیوان کیفری بین‌المللی را تصویب کرد. انتظار نمی‌رود که این لایحه به قانون تبدیل شود، اما بازتابنده ادامه حمایت از اسرائیل در کنگره آمریکا در بهبوه انتقادات بین‌المللی به عملکرد اسرائیل در غزه است. ماه گذشته دادستان ارشد دادگاه کیفری بین‌المللی در لاهه برای بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، یوآف گالانت، وزیر دفاع وی، و نیز برای سه تن از رهبران شبه نظامیان اسلامگرای حماس درخواست حکم بازداشت کرد. این حکم با انتقاد کاخ سفید مواجه شد، اما جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، تصریح کرد که از طرح تحریم و مقامات دیوان حمایت نمی کند. این لایحه آن دست از مقامات و اعضای دیوان کیفری بین المللی را تحریم می کند که در صدور احکام پیگرد غذایی برای شهروندان آمریکایی و متحدان ایالات متحده از جمله اسرائیل دست داشتند. بینندگان عزیز، در لحظه توجه شما را به پیام های بازرگان جلب می‌کنم.
سرشناسترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. با ادویه جوجه کباب صدف، تهیه یک جوجه کباب لذیذ و آبدار خیلی ساده است. گوشت جوجه رو بعد از شستن به اندازه های مناسب میبریم، کمی روغن اضافه میکنیم و ادویه جوجه کباب صدف رو روی اون میپاشیم و بعد همراه با سبزیجات دلخواهمون به سیخ میکشیم. خب، آتیش هم که آماده است. حالا جوجه ها رو کباب میکنیم و کمی بعد با لذت نوش جان میکنیم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، 818-377-31، 818-344-5050، از شبکه جهانی تلویزیون پارس. به به، هیچی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. یادتونه قدیما میرفتیم لب چشمه درکه دربند چلو کباب سفارش میدادیم؟ غذا به همون نمیچسبید تا اون دوغ محلی و طبیعی رو مینوشیدیم. الانم تنها دوغی که کاملا به یاد دوغای خونگی خودمون میندازه دوغ بیبلوسه. سالم، کاملا طبیعی، خوشتم، تهیه شده از ماست و شیره بدون هورمون و مواد افزودنی. امتحان کنین، خودتون تایید خواهید کرد که هیچ چیزی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. به هیچ وجه نگران فروش خانه، باغ، ویلا و یا دیگر اموال خود در هر نقطه از ایران نباشید. این کار در تخصص وکلای ماست. شماره تماس 818-577-77-59-7، روز هفته 24 ساعته. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می کنم. ارتش لبنان روز چهارشنبه از حمله یک فرد مسلح به سفارت آمریکا در بیروت خبر داد و اعلام کرد که ماموران به فرد مهاجم شلیک کردند. در بیانیه ارتش این کشور، ملیت فرد مهاجر سوری اعلام شده و آمده که او بر اثر شلیک ماموران حافظ سفارت زخمی و به بیمارستان منتقل شده است. هنوز اطلاعات بیشتری در این زمینه منتشر نشده و تحقیقات درباره فرد مهاجم و علت حمله ادامه دارد. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، روز سه‌شنبه در جریان سفر به آفریقا گفت که هر مربی نظامی فرانسوی در اوکراین یک هدف مشروع برای نیروهای مسلح روسیه خواهد بود. لاوروف این اظهارات را در یک کنفرانس خبری مشترک با وزیر خارجه جمهوری کنگو بیان کرد. دیپلمات ارشد روسیه همچنین با اشاره به اینکه این مربیان نظامی فرانسوی همین حالا هم برای آموزش نیروهای کیف در خاک اوکراین حضور دارند افزود، صرف نظر از وضعیت آنها، مقامات نظامی یا مزدوران برای نیروهای مسلح ما یک هدف مشروع به شمار می روند. یک فرمانده ارشد اوکراین گفته است که اسناد و مدارکی را امضا کرده که به مربیان نظامی فرانسه اجازه می دهد که وارد مراکز آموزشی اوکراین شوند. با این حال امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، هفته گذشته گفت که در مورد شایعات حضور نیروهای فرانسوی در خاک اوکراین اظهار نظری نخواهد کرد. پلیس آلمان روز چهارشنبه پنجم ماه جون از زخمی شدن یکی از نامزدهای انتخابات محلی از حزب راستگرای افراطی آلترناتیو برای آلمان در جریان یک حمله با چاقو در شهر مانهایم خبر داده است. این حمله درست 5 روز بعد از حمله مرگبار روز جمعه یک جوان افغان به تجمع راستگرایان افراطی در این شهر صورت گرفت. به گفته پلیس،
در جریان حادثه شامگاه سه‌شنبه مظنون 25 ساله بعد از حمله از صحنه متواری اما سپس بدون مقاومت بازداشت شده است. پلیس میگوید که این مظنون هیچ نشانی از اینکه از هویت قربانی و عضویت او در حزب راستگرای افراطی آلترناتیو برای آلمان مطلع بوده بروز نداده است. به گزارش پلیس مظنون 25 ساله شامگاه سه‌شنبه مشغول پایین کشیدن پوستر حزب آلترناتیو برای آلمان بود که یکی از سیاستمداران این حزب برای جلوگیری از این کار با او درگیر می شود و جوان ضارب در جریان این درگیری سیاستمدار راستگرای افراطی را با چاقو مجروح می کند. بنا به اعلام پلیس سیاستمدار آلمانی سپس به بیمارستانی در نزدیکی محل حادثه منتقل شده است. به گفته پلیس جان او در خطر نیست. در ادامه همین خبر، بعد از حمله یک مهاجر اهل افغانستان با چاقو به گرد همایی یک گروه ضد اسلام در مانهایم آلمان که در آن یک افسر پلیس کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند، بحث‌ها در دولت آلمان درباره اخراج سریع مهاجرانی که برای امنیت این کشور خطرآفرین توصیف شده‌اند بالا گرفت. روز سه‌شنبه نانسی فایزر وزیر کشور آلمان گفت که موضوع اخراج جنایتکاران خطرناک و افرادی که امنیت آلمان را به خطر می‌اندازند در دست بررسی است. به تأکید کرد افرادی که تهدیدی بالقوه برای امنیت آلمان هستند باید فوراً اخراج شوند. دیدار رئیس امارات متحده عربی با یک مقام ارشد طالبان که آمریکا برای ارائه اطلاعات درباره او یک جایزه 10 میلیون دلاری تعیین کرده بود جنجال برانگیز شده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، شیخ محمد بن زاید بن سلطان النهیان، حاکم ابوظبی و رئیس امارات متحده عربی، روز سه‌شنبه با سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخلی طالبان دیدار کرده است. این مقام طالبان نه تنها به خاطر اتهامات تروریستی و ارتباط با القاعده در لیست تحریم‌های سازمان ملل قرار دارد، بلکه به خاطر دست داشتن در حمله منجر به کشته شدن یک شهروند آمریکایی و دیگر حملات تحت تعقیب دولت ایالات متحده قرار دارد. این مقام ارشد طالبان همچنین رهبر شبکه افراطی حقانی است که در دولت پیشین افغانستان از مرگبارترین شاخه‌های طالبان بود. آمریکا همچنین می‌گوید خانه‌ای که پهپادهای آمریکایی با حمله به آن در شهر کابل ایمن الزواهری رهبر پیشین القاعده را کشتند متعلق به حقانی بوده است. آسوشیتد پرس می نویسد دیدار رئیس امارات با این مقام ارشد طالبان بیانگر شکاف در رویکرد جامعه جهانی به این گروه افراطی است که از سال 2021 بار دیگر قدرت را در افغانستان در دست گرفته است. آمریکا برای اولین بار تا 7 سال گذشته بمب افکن استراتژیک B-1B را در رزمگش شبه جزیره کره به پرواز درآورد. خبرگزاری آسوشیتد پرس روز چهارشنبه گزارش داد که تصمیم آمریکا برای به پرواز درآوردن این بمب افکن دوربرد با قابلیت شلیک بمب‌های هدایت شونده در پی افزایش تنش‌ها و تحریک‌های پیونگیانگ، خصوصاً ارسال بالون‌های زباله به خاک همسایه جنوبی خود صورت می‌گیرد. آمریکا در این رزمایش جت‌های جنگنده پیشرفته را هم در کنار بمب افکن B-1B شرکت داد. در همین زمینه وزارت دفاع کره جنوبی با انتشار بیانیه‌ای گفته است که این رزمایش به منظور نشان دادن تعهد امنیتی ایالات متحده به کره جنوبی و تقویت موضع دفاعی مشترک کشورهای متحد است. حسین شنبه‌زاده، فعال شبکه‌های اجتماعی، ویراستار و مترجم، روز سه‌شنبه 15 خرداد ماه در اردبیل بازداشت شد. وی طی تماس تلفنی با خانواده بازداشتش را تایید کرده است. حساب کاربری حسین شنبه‌زاده در شبکه ایکس هم از دسترس خارج شده و آنطور که برادرش نوشته آخرین توییت حسین را مشخصاً خود او منتشر نکرده است. با آنکه علت بازداشت این مترجم و ویراستار هنوز به طور رسمی مشخص نیست، اما تصویری از واکنش او نسبت به یک توییت در حساب کاربری رهبر جمهوری اسلامی در شبکه ایکس به طور گسترده منتشر شده و بسیاری این واکنش را دلیل این بازداشت عنوان کردند. حساب کاربری علی خامنه ای در شبکه ایکس در روزهای گذشته تصویری از عکس یادگاری او و اعضای تیم ملی والیبال دانش آموزی منتشر کرده بود که
جمله همراه با این تصویر نقطه نداشت. سعید شنبه‌زاده در واکنش بدون استفاده از هیچ کلمه‌ای تنها یک نقطه زیر این تصویر گذاشت. شمار زیادی از کاربران با بازنشر این تصویر نوشتند که حاکمیت حتی از یک نقطه هم می‌ترسد و از واژه ربودن برای بازداشت آقای شنبه‌زاده استفاده کردند. بینندگان عزیز، بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. درست انتخاب کنید. هیدری لا گروپ، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران، متخصص و برترین در تصادفات و صدمات شدید بدنی. رایتشر، اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت با کارنامه درخشان دریافت میلیون‌ها دلار خسارت از بیمه ها. دفاتر سامان هیدری، هیدری لا گروپ در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 HeyderiLawGroup.com. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلچر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان های مجرب و ارائه واکسن های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. در کلینیک سوکای میدسپاس زیر نظر دکتر مهناز جمالی می توانید از خدمات بی نظیر این کلینیک بهره مند شوید. خدماتی همچون لیزر مو، بوتاکس، فیلر، شفافسازی و جوانسازی صورت، بوتاکس های درمانی، آزمون‌سازی بدن و کاهش وزن. برای کاهش وزن شما می توانید با استفاده از سماگلوتاید در کوتاه ترین مدت زمان به وزن دلخواهتون برسید. پکیج کامل زیبایی و جوانی خود را در کلینیک سوکال مدسپاس تجربه کنید. شماره تماس 562-459-7043. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران. دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری، فقط در یک هفته. دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز افک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. خبرها رو دنبال میکنیم. نرگس محمدی، فعال حقوق بشر محبوس در اوین، در رسانه برگزاری دادگاهش در روز 19 خرداد ماه با راه اندازی کارزاری علیه آزار، تجاوز و تعرض جنسی زندانیان و بازداشت شدگان از مردم خواست تا در مبارزه با حکومت در این راه همراهی کنند. در بیانیه کارزار همصدایی علیه آزار جنسی که روز سه‌شنبه در صفحه منتسب به این فعال حقوق بشر در اینستاگرام منتشر شده، با اشاره به اینکه تاریخ معاصر ایران بر استفاده هولناک تجاوز و تعرض جنسی به عنوان ابزاری بیرانگر علیه مخالفان و معترضان شهادت می‌دهد، بر ضرورت افشاگری، روایتگری، دادخواهی و حمایت از آسیب دیدگان تاکید شده است.
بیانیه این کارزار به دهه 60 و فاجعه کهریزک اشاره کرده و میگوید حتی برخی مقامات مسئول وقت جمهوری اسلامی هم به آزار جنسی زندانیان و بازداشت شدگان اقرار کردند، اما با این حال هیچگاه دیده نشده که آمران و عاملان چنین فجایع انسانی در پیشگاه ملت ایران محاکمه شوند. رئیس سابق کمیته داوران فدراسیون فوتبال در رابطه با پرونده فساد باشگاه مس رفسنجان بازداشت شد. ایستا نوشته است که در بررسی پرونده مربوط به پرداخت رشوه از سوی باشگاه مس رفسنجان به برخی مدیران فوتبال، 5 متهم به دادگاه احضار شده و توضیحات خود را ارائه کردند. خداداد افشاریان هم در رابطه با این پرونده روانه زندان شده است. آقای افشاریان بعد از اعلام دادگستری کرمان درباره پرداخت سکه به متهمان این پرونده از سمت خود در کمیته داوران استعفا داد. وی از اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال است. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا بعد از ماها چشم پوشی بر ورود غیرقانونی روزانه هزاران تن به آمریکا از طریق مرزهای جنوبی روز سه‌شنبه با امضای فرمان اجرایی به طور موقت قوانینی را برای پناهجویانی که به طور غیرقانونی وارد آمریکا می‌شوند به اجرا گذاشت. بسیاری این فرمان اجرایی را خیلی دیر و خیلی ناکافی توصیف کرده و تاکید دارند که این فرمان اجرایی ورود غیرقانونی پناهجویان را به طور کامل ممنوع نمی‌کند، بلکه سقفی برای ورود آنها در نظر می‌گیرد. نیویورک پست در این زمینه نوشت که همچنان با فرمان اجرایی بایدن امکان ورود سالانه 1.8 میلیون مهاجر غیرقانونی به آمریکا وجود دارد. فرمان اجرایی بایدن که از روز چهارشنبه اجرایی می شود، سقف روزانه 2500 تن از مهاجران غیرقانونی را در نظر می گیرد و در صورتی که تعداد از این سقف عبور کند، افراد نمی توانند وارد شوند و درخواست پناهندگی ارائه کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا و نامزد جمهوری خواهان در انتخابات پیش رو در واکنش به این فرمان گفت: جو بایدن فریبکار مرز جنوبی ما را کاملا تسلیم مهاجران کرده است. ضعف و افرادگرایی او منجر به هجوم بی سابقه ای به مرزها شده. کشورهای دیگر زندانها، تیمارستانها و بیمارستانهای روانی خود را خالی کرده و برای ما تروریست و فروشنده مواد مخدر و قاچاقچی انسان فرستادند. میلیون ها تن به کشور ما سرازیر شدند و حالا بعد از 4 سال رهبری ضعیف و ناموفق جو بایدن فریبکار وانمود میکند که بالاخره برای مرزها کاری انجام داده است. اما در واقع همه اینها نمایشی است زیرا او میداند که 3 هفته دیگر مناظره ما برگزار می شود. مایک جانسون رئیس جمهورخواه نمایندگان گفت که این فرمان نوعی پرده پوشی است. ما نمیدانیم محتوای آن چیست. در این مورد قطعا شیطان در جزئیات است. برندگان عشمان، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق فرمان آقای شهرتی. روزگار خوشی رو براتون آرزو میکنم.